42 روز از آغاز کار مجلس نمایندگان میگذرد، اما فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی هنوز هم به این مجلس فرستاده نشده، با اینکه حکومت بیشترین وقت کوشی را در راستای اصلاحات انتخاباتی انجام داده. اما چرا حال از فرستادن فرمان تقنینی به پارلمان خودداری میکنه و یا هم تاخیر انجام میده؟ سلام به برنامه بازنگاه، خوش آمدید. من امین بابک هستم و مهمانان ما خویان عبدالله پیمان، تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای نعیم ایوبزاده، عضو کمیته گزینش، و خانم مسعوده کروخی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان. بسیار خوش آمدید مهمان عزیز. آقای ایوبزاده، شما که عضو کمیته گزینش هستین، مانعی که بیشتر یک مانع کلان برای فرستادن فرمان تقنینی رئیس جمهور به مجلس است و یا هم مانع بزرگ برای اصلاحات انتخاباتی، شما در چی میبینید؟ به نام خدا، سلام خدمت شما مهمانای گرامی و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون شما. خوشحال هستم که هنوز هم انتخابات از جمله اولیت هاست برای رسانه های محترم، برای نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی، اگرچه اکثرا دلسرد شده از این موارد چون جنبه عملیش کمتر بوده و شعار بیشتر. اما دلیل عمده این که هنوز هم ماموریت کمیته گزینش تکمیل نشده و هنوز هم کارهای عملی برای اصلاحات انتخاباتی در افغانستان به شکل شاید باید صورت نگرفته، ای است که حکومت افغانستان بیشترین تلاش‌های مقطعی و تلاش‌هایی هست که وابسته به یک پوشش روزانه و یا به پوشش یک هیئتی که بیرون از کشور میاد بر افغانستان، بر همچون موارد تلاش‌ها صورت می‌گیره و قبل از تکمیل هر ماموریت او تلاش به چالش مواجه میشه و ادامه پیدا نمی‌کنه. کمیته گزینش هم هفته گذشته نخستین جلسه ابتدایی و تعریفی خود برگزار کرد با حضور اکثریت اعضای کمیته مطابق فرمان جدید و تعهد به می بود که کار ادامه پیدا کنه. اما درسی که از گذشته گرفته بودیم که یک بار فرمان صادر شد و کار آغاز شد، بالاخره به یک جایی رسید که فرمان به چالش مواجه شد و ما کار متوقف کنیم و بالاخره تلاش های چند روزه ما منفی صفر شد. به می خاطر بحث هایی که صورت گرفت بین اعضای کمیته گزینش امی بود که باید وضعیت حقوقی فرمانی که صادر شده از آدرس رئیس جمهور، درست است که قابل اجرا است، باید مشخص شد که باز هم یک بار دیگه تلاش های عملی اصلاحات انتخاباتی به چالش مواجه شد. امی که وضعیت حقوقی این فرمان حکومت نمیخواد که معلوم بسازه و بار دیگر کمیته گزینش اجازه میده که کار خود آغاز بکنه مانند که در گذشته آغاز شد، فکر میکنید که حکومت بار دیگر میخواد که سناریو را بازی بکنه؟ شما کاملا در جریان هستین و بیشتر رسانه‌ها که متاسفانه وضعیت حاکم در کشور منافع کسایی که دخیل هستند در قضیه را تضمین میکنه. شروع کنیم از حکومت، شروع کنیم تعداد با احترام برام برای وکیل صاحب کروخی، از تعداد از وکلا در شورای ملی، شروع کنیم از ائتلاف های سیاسی، حتی تعداد از بازیگرها در جامعه جهانی از وضعیت حاکم نفع میبرند و منافعشان تضمین شده. یعنی شما یک حلقه مشخص در درون و بیرون برای عدم برگزاری انتخابات میبینید بیشتر تلاششون؟ دقیقا، وقتی که انتخابات برگزار نمیشه، زمانش مشخص نمیشه، اصلاحات عملی نمیشه، هر حرکت اصلاحی به چالش بزرگ مواجه میشه، از این وضعیت حاکم کسایی هستند که در نظام و در بیرون از نظام نفع میبرند و نفع از اینا باعث شده که هر نوع تلاش بسیار با کندی پیش بره و در آخر بر نتیجهش ما نرسیم. تا زمانی که این استراتژی و این روش سیاسیون نسبت به قضای انتخاباتی و به ویژه حکومت تغییر نکنه و انتخابات به عنوان یک اصل و یگانه بدیل در زندگی مردم افغانستان نپذیره، خیلی دشوار خواهد بود. شما میبینین حتی جامعه جهانی را سفر آقای جان کری که شما شاهد بودین، تاکید بیشتر برای عملی سازی اصلاحات انتخاباتی به او شدتی که ما توقع داشتیم از جامعه جهانی صورت نگرفت. تاکید بیشتر یا عمل بیشتر از دو رهبر در حکومت ائتلافی و وحدت ملی، زمانی که نه در اوایل بسیار تاکید میکردن، بسیار جدی برخورد میکردن با این قضیه، ولی امروز بسیار کمرنگ و بسیار پیش پا افتاده
نسبت به عملی سازی اصلاحات انتخاباتی بصیرت میگیره و موضع‌گیری میشه. پس معلوم میشه که منافع تعدادی از سیاسیین در نظام آمده بیرون از نظام به خاطر عملی سازی اصلاحات انتخاباتی زیر خطر قرار میگیره و به می خاطر است که زمان از پیش ما میره و بازی اما بازی بسیار ساده و بسیار عامیانه ای که به مرگ بگیرش که در تو راضی شه، همچون بازی برانداخته شده از آدرس حکومت تا ای که مردم ما را به یک حالتی در نهایتی برسانن که هر چی میکنین بکنین ولی انتخابات برگزار کنین، که ما مخالف همچون بازی های روانی هستیم که ما را در نهایتش تمام تلاش های ما زیر سوال قرار بده و خواستار ازی هستیم که هر تلاش پروسه میوار باشه و پروسه میتونه حاکمیت مردم را تضمین کنه در نظام دموکراسی. خانم کروخی، شما چرا بالای حکومت فشار وارد نمیکنید که این فرمان پس از 42 روز برای شما روان بکنه، حال که از آغاز به کار شما تا کنون 42 روز میگذره؟ به نام خدا با عرض سلام احترامات خدمت میمانان عزیز و بینندگان محترم. شما ببینیم سه اصل عمده و مهم ابزار انتخابات هسته در دنیای امروزی که محصول پروسه یا نظام و سیستم انتخاباتی این سه اصل است که میتونه شفافیت و سلامت انتخابات در قبال داشته باشه و مورد قناعت و پذیریش جامعه و طرفینی که کاندیدا هستن واقع بشه. اصل اول استقلالیت کمیسیونه که نقش بسیار مهم و اساسی در تمام سیستم ها و نظام های انتخاباتی دنیا هسته، اما با کمال تأسف از ابتدا تا حالی که ما هرچه کمیسیون مستقل انتخابات داشتیم اما اصل استقلالیت کمیسیون ها نبوده. بعد از اینکه همین فرمان رئیس جمهور چی شد ارائه شد امضا شد، اولین کسی که سر و صدا بلند کرد آدرس همین نهادهای مدنی و آدرس نهادهای زیدخل در انتخابات مستقل که گفتم این کاملا کمیته گزینش کمیته حکومتی شد، هم از آدرس اولین انتقادها از آدرس از اونا بودن. مسئله دیو مسئله امنیت است که امنیت میتونه انتخابات طوری که در قانون اساسی تدوین شده سرتاسری و همگانی باشه. بدون امنیت هم یکی از ابزار مهم انتخابات هم امنیت است و اصل سهم از این پول است که متاسفانه در نظام های انتخاباتی و در شرایط فعلی ما از این سه اصل یکی خبری نیست. اما خب این سه اصل که مشکل داره، بله، بیشتر در بخش پیش زمینه ها ما اکنون در یک مشکل قانونی به سر میبریم. کمیته گزینش بر اساس رد فرمانه که فرمان رئیس جمهور کسای پارلمان رد شد، او کمیته رفت به کار خود، کمیته جدید تشکیل شد، فرمان جدید هم صادر شد. حال این فرمان بعد از 42 روز به مجلس فرستاده نشده، شما از حکومت پرسیدین که چرا این فرمان را نمیفرستن؟ شما ببینیم ما مردم افغانستان یک تعداد به دل خوشیار هستیم، میفهمیم، اما نمیخواهیم که ایت تبارز بدیم. ما شرایط کشور خورم میدانیم، اوضاع امنیتی را میدانیم، مسائل پولی را میدانیم. از اولین انتخابات لویاجرگی استراری تا آخرین انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد آیا یک قرون یک افغانی از این بودجه افغانستان مصرف شده؟ برگزاری انتخابات ما بیرون از توان ما هسته. نه استقلالیت داریم نظر به همین جو سیاسی که حاکمت در طی همین 15 سال گروه های اعمال فشار به نحوی اونا تونستم هر کس از افراد خاص خود در کمیشنرها داخل کنم، از اونجا گرفته تا به پایین افرادی بوده که وابسته به همین جریانات بوده. پولم که ناممکن است وقتی که پول جامعه جهانی بده وقتی که امنیت را اونا تامین کنم، بنان ما مردم افغانستان در برگزاری انتخابات خود نداریم این توان و ظرفیت. بیاییم به مردم خود واقعیت بگیم. بس توان ظرفیت یک حرف از خانم کروخی. نه ظرفیت همه. آنچه که آقای ابزاده گفت که. ست تا اصل گفتم. آنچه که آقای ابزاده گفت که یک بخش از وکلای پارلمان هم بیشتر مانع اصلاحات میشن و نمیخوان که انتخابات برگزار شود. یعنی به شمول برخی از علاقات در حکومت، علاقات خارجی،
برخی از خود در اون پارلمان هم است. خب بیایم همین نهادهای مدنی که اگر راست میگم که ما مشکل ترشی میکنیم 400 500 میلیون دلار بندازن با ما بین سعی کنم انتخابات وقتی که ما مردم افغانستان میگم به دل خوشیاریم میفهمیم که از عهده این کار بر نمیاییم. هر زمانی که جامعه جنایش ببخشیم جامعه جهانی شرایط و اوضاع و احوال افغانستان خود از اونا میتونم که تشخیص بدم آن طوری که اونا از افغانستان اوضاع و احوال شرایط و تحلیلای دارم متاسفانه ما نداریم. بنابراین نه پول خور میدم و حتمی که به رهبرا بگفتن که ما به یک انتخابات ریاست جمهوری شما 3 دوره به میلیون ها دلار مصرف کردیم آخرم مسئول حکومت وحدت ملی هسته به این جنجال و به این آشفت بازار شما به این بی سر و بی سامنی شما به هیچ عنوان ما نه پول میدیم و نیم به شما امنیت تامین میکنیم. بنابراین همیت مدارا کنیم که تا هر یعنی زمان شما فکر میکنید بله. که پارلمان هم مدارا خواهد کرد نه پارلمان نیست و انتخابات یک گپ میخوام کازمی اما اکنون بیشتر بس روی کار پارلمان است که انتخابات پارلمانی باید برگزار شود که پارلمان هم تقریبا از کجا ما ایرتیا یک ضرب المثل داریم. ما نمیتونیم بگیم سب مایم از بد مایم بفهمیدیم سب باید از درخت سب بگیریم نی از بد. وقتی که جامعه جهانی برای ما پول نده چی کسی میتونه انتخابات تشکر. برگزار کنه؟ چرا واقعیت ها رو به مردم نمیگیم؟ آشفته بازار که ما درست کردیم که اصلا تحلیل درستی از اوضاع و احوال شرایط کشور خود نداریم داد میکنیم که بخو پروژه بگیریم و معامله تیار کنیم. به خدا تا عزم اراده جامعه جهانی نباشد به 50 سال دیگه ما مردم افغانستان و این شرایط فعلی توان برگزاری انتخابات نداریم. آقای پیمان در بخش پایین بودن اراده سیاسی و یا هم عدم تاکید علاقات خارجی روی برگزاری انتخابات و اصلاحات انتخاباتی آقای ابزاده اشاره کرد و خانم کروخی هم بعضی ملاحظات داشتند. یعنی فکر میکنید که واقعا اراده وجود نداره بر اصلاحات و یا هم انتخابات برگزار نخواهد شد؟ با عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم تلویزیون شما. ببینید مفروض اصلی دموکراسی این است که قدرت مهار بکنه، ثروت توزیع بکنه و معرفت پخش و توسعه بده در یک جامعه تا عدالت آهسته آهسته به تدریج در یک جامعه پیاده شود. به نظر من یکی از عوامل و متغیرهایی که بر سر راه اصلاحات انتخاباتی در افغانستان وجود داره یکی از این دو تیم است که به هیچ عنوان با اصلاحات انتخاباتی با فرآیندهای دموکراتیک در جامعه ما سر سازش ندارند. به همین لحاظ است که اینها سعی می‌ورزند که بر سر فرآیند اصلاحات انتخاباتی در افغانستان موانع ایجاد بکنن و چالش‌های گوناگون به وجود بیارن. اما شما میگین که یکی از این دو تیم مانع اصلاحات است، چرا تیم دیگری نمیخواد فشار بیاره؟ یعنی فکر نمیکنید که هر دو تیم اکنون در تبانی با هم حرکت میکنن؟ ببینید بر اساس توافقنامه سیاسی یک تیم در رأس اهرم قدرت قرار گرفته و یک تیم دیگه در واقع در درجه دوم قدرت سیاسی افغانستان قرار گرفته. او تیمی که در رأس اهرم قدرت قرار گرفته بر اساس همین توافقنامه سیاسی بر اساس جدول زمانی که توافقنامه سیاسی تعیین کرده و تبیین تیمی که در رأس اهرم قدرت قرار گرفته تا کنون صلاحیت هایی را که باید و شاید به تیم دیگر انتقال میداد به هیچ عنوان انتقال نداده و به همین خاطر است که سعی میورزد از طریق اما فراموش نکنید که این تیم جزوی از حکومت است و 50% قدرت به دست داده. قطعا به لحاظ نظری و تئوریک چنین چیزی است، ولی به لحاظ واقعیت به لحاظ یک فکت در صحنه سیاست افغانستان به هیچ عنوان چنین چیزی وجود نداره. اما برخلاف تحلیل شما سلال ها در اینجا این است که حتی آقای عبدالله هم اکنون در بحث پروسه اصلاحات انتخاباتی خیلی جدی حرکت نمیکنه، آنچه که در زمان کارزارهای انتخاباتی مطرح میکرد و یا هم در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی. من فکر میکنم بخشی از این برمیگرده به مدیریت ضعیفی که دکتر عبدالله به عنوان شخص دوم مملکت به عنوان شریک به اصطلاح آقای غنی در دولت وحدت ملی افغانستان داره و بخشی از این برمیگرده به موانع و چالش‌هایی که تیم مقابلش به سر راهش ایجاد میکنه و اجازه نمیده دکتر عبدالله آنگونه که شاید و باید به عنوان یک طرف به اصطلاح نظام سیاسی موجود یا به اصطلاح یکی از ارکان مهم نظام سیاسی موجود در دولت فعلی
به کنشگری بپردازه. به همین لحاظ است که شما میبینید تیمی که در اثر تقلبات گسترده، در اثر تقلبات مهندسی شده و نظاممند و سیستماتیک روی کار آمده، اجازه نمیده تا انتخابات یا بهتر بگویم فرایندهای دموکراتیزه شدن انتخاباتی افغانستان به سمت سوی حرکت بکنه که منافع و مصالح از اونها را در انتخابات آینده در معرض خطر قرار بده. و هزم این روز که بسیار تلاش میکنن تا اجازه ندن که انتخابات افغانستان یا بهتر بگویم بر اساس توافقنامه سیاسی ما بین دو تیم که دولت وحدت ملی شکل گرفته اصلاحات انتخاباتی به وجود بیاید و ما بریم به سمت سوی یک نظام سیاسی جدید که در واقع جایگاه حقوقی نظام نهاد ریاست اجراییه در اون نظام سیاسی جدید لحاظ شود، تعیین شود و در این حال خود قدرت سیاسی به لحاظ عمودی در واقع غیر متمرکز شود. یعنی شما به باور هستین که کنون هم در یک بدنی حکومت بحث تعقیب کردن اصلاحات جدی است؟ تا جای تعقیب میکنن و تا جای هم نمیکنن، ولی به نظر من جریان تمامیت ها که در رأس ارم قدرت قرار داده اجازه نمیده که تیم دیگه که با شعار به اصطلاح اصلاحات انتخاباتی در نظام سیاسی موجود شریک شده یا بتونن برنامه خودشان پیاده بکنن. ببینید در حدود یک یک نیم سال از شکل گیری حکومت وحدت ملی سپری میشود، ولی هیچ یک از مواد و مفردات و در واقع گزاره های مربوط به توافقنامه سیاسی تا بال تحقق پیدا نکرده. در زمانی که شما میگید تیم حاکم نمیگذاره و یا هم تیم آقای عبدالله به او پیمانه قدرتمند نیست که تعقیب بکنه، تقریبا بیشتر از 1.5 سال از حکومت میگذره. اگر تیم آقای عبدالله واقعا بس خوان اصلاحات می بود به او پیمانه که در گذشته ها بود، فکر نمیکنید که جایی وجود داشته باید صدا بلند میکرد که صدا بلند نکرد؟ یعنی این خودش بیانگر از این است که وکنون در طرف تیم ریاست اجرایی هم بس اصلاحات کم رنگ شده. یکی از انتقاداتی که به تیم دکتر عبدالله وارد است و به شخص خود دکتر عبدالله این است که دکتر عبدالله از تمام ظرفیت ها و توانایی ها و قابلیت هایی که در عرصه اجتماعی و در عرصه سیاسی افغانستان داره به اون آرایش نیروهای به اصطلاح نیرویی که در انتخابات داشت استفاده نکرده، در جهت فشار آوردن بالای تیم رقیب به منظور باز کردن فضای سیاسی و رفتن به سوی تحول و تغییر در نظام سیاسی موجود از طریق آوردن اصلاحات در واقع سراسری و رادیکال در نظام انتخاباتی موجود. آقای ابزاد، شما با این باور هستین که هنوز هم در یک بدنی حکومت بس اصلاحات مانند گذشته به جدیت تعقیب شوه؟ و یک حرف دیگری که خانم کروخی گفت که خارجی ها کنون پول نمیته بر انتخابات که انتخابات برگزار شوه. ما دو مورده میخواییم بسیار روشن و دقیق دورتر از پروژه صحبت کنم. اگران چی که خانم کروخی میگه پس صفحه انتخابات دیگه بسته کنیم، برگزار انتخابات ناممکن است. همان چی که ایشان فرمودن که ما به او باور نیستم. دو، اگر استقلالیت کمیسیون و امنیت پول تنها سرش صحبت کنیم، خب شاید هیچ وقت بدست نبیه و هیچ وقت نخواهیم داشت و هیچ وقت به توانایی نمیرسیم که ما این سه چیز خودمو داشته باشیم. تنها اگر بگوییم که از امروز بپذیریم ناکامی را که ما ظرفیت توانایی ازیره نداریم که امنیت خود را تامین کنیم، استقلالیت خود را داشته باشیم، پول خود را، از امروز اگر بپذیریم ناکامی را، زمینه کامیابی در آینده نخواهد بود. مسئله سوم، مسئله بحث خارجی هست. خارجی ها برای حمایت مالی انتخابات هیچ مشکلی ندارن، جلسات متعدد با اونا داشتیم و اونا آماده همکاری برگزاری انتخابات در افغانستان هستن. اما بحث اصلی است که ما بسیار ضعیف هستیم و این جای بسیار تاسف است که بعدی ضعیف هستیم که خیلی از مسائل را میریم وابسته میسازیم به خارجی ها و خارجی ها را خیلی وقتا مقصر قرار میدیم برای کارهایی که ما انجام میدیم به عنوان بزرگان جامعه. ما از حمایت خارجی ها برای انتخابات افغانستان هیچ مشکل ندارم. اونا مکلف هستن، اونا مجبور هستن، اونا برنامه‌ای دارن و حمایتشان از انتخابات و انتخابات بین اون یک پل ارتباطی بین خارجی ها و افغانستان یکی از اصلهای عمده بر ادامه همکاری در افغانستان است که هیچ کس نمیتونه از هیچ شمپوشی کنه. اما خانم کروخی گفت بیشتر ضعفایی که در انتخابات ها موجود بود و کنون خارجی ها هم به باور رسانده که دیگر پول نتن به انتخابات. در انتخابات هایی که ما از بین اون ناظر از آغاز انتخابات 2004 و پیش از او آمادگی که صورت گرفت ما کار میکردم،
در بعضی از دفعه خارجی هم نقش داشتن، در اوائل بعدا افغان هم نقش داشتن. هر ضعفی که ایجاد شده تمام نهادهای دست اندرکار در وجه ضعف داشتن که او ضعف ایجاد شد و بالاخره ضعفای مدیریتی و رهبری یک نهاد به نام کمیسیون مستقل انتخابات برملا کنه. انتخابات و دموکراسی یک روند یک روزه و یک ساله نیست، سالها طول میکشه تا که به اون پختگی برسه. اگه ما توقعی از این داشته باشیم که در 10 سال بریم یک دموکراسی پدرکده و یک دموکراسی که 100% انتخابات شفاف و باشه برگزار شه، این ناممکن است، این منطقی نیست، این واقع بینانه نیست. ما هنوز در اون مرحله نیستیم که به اون دموکراسی که ما توقع داریم برسیم. هنوز 10 سال سفری کردیم، بالاتر از 6 انتخابات ما تجربه کردیم که ما هنوز در ابتدای کار هستیم. اما دیدگاه خانم کروخی بود که این سلسله متداوم پیدا خواهد کرد. ما احترام دارم هر کی دید خود داره، هر کی نظر خود داره. یعنی شما فکر نمیکنید که سلسله ای رقم ما به عنوان کسی که در انتخابات سالهاست کار کردیم کار میکنم و این تعهدم است که کار خواهم کرد، چون انتخابات یگانه بدیل برای دخیل ساختن مردم در تصمیم گیری ها است و یگانه ارزش مردمی در نظام دموکراسی هست. ما به می خاطر تعهدم است و ما از تجربه ایم، از یافته هایم، از کارکردهای می خوام براتون بگم که امروز فرق نمیکنه حکومت، جامعه جهانی، ائتلاف های سیاسی، هر کی که باشه، از برگزاری انتخابات چشم پوشی کرده نمیتونه. چی امروز، چی فردا، چی پس فردا انتخابات برگزار میشه، چی بخوایم چی نخوایم، شرط عمده ای است که چگونه برگزار شه. شرط عمده ای است که اگه انتخابات قابل قبول برگزار شه. شرط عمده ای است که ما اینو نباید نادیده بگیریم. فرق نمیکنه در هر موقفی که ما قرار داریم، امروز بخوایم نخوایم، انتخابات به عنوان آزمون بزرگ در افغانستان هست. هر نوع سلنگاری ناکامی در انتخابات، ناکامی تک تکی جامعه است. پس اگر انتخابات ناکام مون، پارلمان هم ناکام میمونه، حکومت هم ناکام میمونه، جامعه جهانی هم ناکام میمونه. او زمان باز اما شکل رابطه جامعه جهانی با افغانستان خیلی تغییر خواهد کرد. او زمان میشد بگوییم که جامعه جهانی دیگه علاقه من نخواهد بود که افغانستان مثل گذشته همکاری کنه. ولی بسیار جای شرم است. یعنی شما هنوز هم باور من بر این هستین که انتخابات برگزار خواهد شد؟ بدون انتخابات اجرای دیگه وجود نداره. این یگانه راهی است که ما بریم، دیگه بدیل وجود نداره. هر نوع طرح دیگه مخالف ارزش‌ها و دستاوردهای چند سالی که در افغانستان روش کار کردن. و در مورد حرف آقای پیمان که گفت که یک بدنه حکومت هنوز هم روی اصلاحات جدی فکر میکنه و بدنه دیگر حکومت نمیگذاره. ببینید برخوردها، شدت برخوردها و موضع‌گیری‌ها، این را من احترام دارم برای دوستمو، نسبت به یک سال گذشته تغییر کرده نسبت به اصلاحات انتخاباتی. نه تنها از دو شریک حکومت بلکه از جامعه جهانی هم تغییر کرده. یگانه ابو بازیگری که در میدان مانده که بیشتر هنوز هم اصرار میکنه و جامعه مدنی است و تعداد از وکیل صاحبایی که باورمند به اصلاحات انتخاباتی هستند. بازم تاکید میکنم این مسئله را که بجز از انتخابات رای دیگر نداریم ما، ولی جای شرم است که هنوز ما بسیار ضعیف هستیم. کشوری که 10 سال بین اینها دلار مصرف شد، ادای خیلی بزرگی شد، شخصیت سازی صورت گرفت، قربانی دادیم، هنوز هم همقدر ضعیف هستیم که یک انتخابات قابل قبول در افغانستان برگزار کردن نمیتونیم. این شرم از برما به عنوان یک شهروند، این شرم از به او کسایی که ادای بزرگی چه در حکومت و چه در ساختارهای دیگه دارن. پس جامعه جهانی خیلی وقتا مقصر قرار نمیگیره به این که بهترین سهولت‌ها را که من شاهدش بودم به عنوان شهروند این وطن، سهولت‌ها از بودجه شروع با مسائل تکنیکی همه را در اختیار افغان‌ها قرار دادن، ولی افغان‌ها هنوز دو ظرفیت نرسیدن که یک انتخابات برگزار کنند. مسئله دیگه بسیار کوتاه که ما امنیت سرتاسری شاید سالها طول بکش که تا امنیت سرتاسری داشته باشیم، ولی اگر انتخابات برگزار نشه امنیت چطور به دست میاد؟ انتخابات پاسخ میده بر امنیت، انتخابات پاسخ میده بر حکومت داری. خوب انتخاباتی که شفاف باشه، اصلهاش تضمین شه و قابل قبول برای ملت افغانستان باشه. خانم کروخی، آقای ابزاده گفت که خارجی ها در بخش تمویل انتخابات هیچ مشکل نداره، این ضعف حکومت افغانستان است که بشه پروسه رو با چالش مواجه کرده. امیتم متاسفانه سوء تفاهم شده، اصل گپ هم همین بود. ما باید مرحله اعتماد به نفس مرحله است که آدم به ضعف های خود اعتراف کنه. نه، ما هم میدانیم که امروز ناکام شدیم. بعد از برگزاری سه انتخابات ریاست جمهوری، دو پارلمانی و ستم شورای ولایتی، امروز چنان به بنبست رسیدیم که دیگه جامعه جهانی به ما اعتماد نمیکنه. اصل گپ رو که من اول زدم،
من بس از ناکامی خود کردم. من از او آدمایی نیستم که خود براحت بدم و گناه بندازم به گردن دیگره. بالاخره جامعه جهانی دست ما به ستو آمده. بالاخره کار به جایی رسیده که پروسی انتخابات ما امروز به بنبست رسیده، به یک جاده یک طرفه گیر آمده. تا زمانی که شما افغانا خود از این ضعف و ناتوانی و بیچارگی و ناکامی نجات ندیم، دیگه ما سرمایه گذاری به پروسه انتخاباتی شما نمی کنیم. اصل هدف ما این بود. طوری که برادر می فرمیدم، ما امروز یک نظامی به نام وحدت ملی داریم. در اینجا تمامیت خواه و تیم ها نیست. اگر این چیزها را از این آدرس های رسانه ما با مردم ابلاغ بکنیم، در حقیقت ما مصیبت به مردم میدیم. وقتی که خود ما یک تیمه، در صورتی که همه امتیازها 50-50% هسته، یک طرف بدون مشوره دیگه کس نفس کشیده نمیتونه، خب از کجا جامعه جهانی با ما اعتماد کنه بین دو جریانی که هنوز بحث حکومت وحدت ملی در اینجا نیست، هنوز این رهیه ایجاد نشده، هنوز به کتله از واحد حکومت وحدت ملی ما تبدیل نشده. یک طرف تمامیت خواه داریم و یک طرف فاعل داریم و یکی مفعول داریم. چیز واضح است که با این پیام ها جامعه جهانی دیگه ما به ما باور. من نگفتم که غیر از انتخابات دیگه گزینه داریم، من هم این کاملا به این باور دارم. اما چرا ما نتونستیم در طی 15 سال سرمایه‌گذاری و جامعه جهانی که در کنار ما بوده، چرا ما نتونستیم این امتحان درست سر به جامعه جهانی خانم کروخی بدیم؟ چرا حکومت وحدت ملی فکر میکنید که نتوانسته که ای بار خیلی مسئولیت بار را که به عهده‌شان گذاشته شده بود، بس اصلاحات انتخاباتی تا کنون به سرمنزل مقصود نرسانده و با چالش‌های کلان هم مواجه ساخته شده؟ امی حکومت وحدت ملی از کجا آمده؟ این که فرشته ملائک از آسمان نیامد، برخواسته از عمق جامعه منه و برخواسته از مفکوره و دیدگاه افراد این جامعه هسته. وقتی که امروز ما با عنوان اتباعی از این جامعه، من به هیچ عنوان دیگه شهروند به مردمان افغانستان نمیگم، واژه شهروند از خود تعریف داره، تعبیر داره. متاسفانه ما نشدیم شهروند. اتباعی افغانستان، حکومت وحدت ملی محصول افکار و دیدگاه های ما هسته. وقتی که ما هنوزم نگاه دو تیم داریم و این دو تیم از کجا جامعه جهانی به زینا اعتماد کنه که در اینجا اصلاح انتخاباتی بیایه که به نفع خیر صلاح همین مردم باشه؟ اصل نگرانی همین است. سال آنچه که آقای پیمان هم مطرح کرد که یک بخش از حکومت میخواین که اصلاحات وارد شه و یک بخش دیگر به نحوه میخواین که با بس ما واجب بکنه. نه، تنها به فکر خود خو هستم، به فکر قدرت طلبی خود خو هستم. کسانی که در 14 سال با قدرت بودم هست و نیست از این مردم ای بنام و مردم مظلوم افغانستان، اینا بخوردم خون مردم رو بمکیدم. حالی که از قدرت کناره رفتم، هر کدام از اینا هی داد فریاد است. تا دیروز غرق فساد بودم، امروز میگم چرا به حکومت وحدت این جریاناتی هم کمین جی هستم. اینا تشنگان قدرت هستم. به خدا قسم اگه اینا به فکر مردم باشم، اصلا نیستم. همچون دیدگاهی در نهاد از اینا وجود نداره. این ماها هستیم. خب چرا ما به رسمیت نمیشناسیم حکومت همی ساختار سیاسی فیلی؟ یعنی شما میخواین بگوین که هیچ یکی از بدنهای حکومت خواهان اصلاحات نیست و اراده به اصلاح نداره؟ اگر می بودم در طی گذشت زمان یک و نیم سال، لااقل به واسطه همین مردم بیچاره بدبخت، 40 ساله که در آتش مصیبت و بدبختی اینا میسوزم و میسازم، فامیلا اینا همه به خارج، اینا همیشه تشنه قدرت بودم، تمام جدالا اینا، تمام قوقا اینا، تمام فکر و ذکر از اینا رسیدن به قدرت هسته و فراموش کردن مردم. وگرنه چرا امروز اینا به یک و نیم سال یک پیکره واحدی نتونستم که به حیث یک کتله واحد متمایز جلوه کنم و به جوان و به مردم افغانستان این پیام بدم که ما یکی هستیم؟ وقتی که نگاه ها دو تیم است، پس ما حکومت نداریم. از کجا ما انتظار داشته باشیم که انتخابات برگزار شد و به مردم هم دروغ بگیم؟ تا زمانی که افراد این حکومت، کسانی که در رأس قرار دارم
و پیروان از اینا اونا رو به نام یک آدرس واحد حکومت وحدت ملی به رسمیت نشناسن. سپاسگزارم. تشکر خانم خیرخواهی. باشیم که خود مردم افغانستان هم از اینا اعتماد نداره، جامعه جهانی هم اعتماد نمیکنه، پولا خودم از این بیشتر به خبر نمیکنه. نصف نفرا خوری ببره به اصلاحات نظام انتخاباتی، نصف هم نفرا خوری ببره دیگه. تمام آزادگی و روشن فکری و استقلالیت هم زیر پاش هم، مگر بنده یا غلام حلقه به گوش این دو تا، یک تمامیت خواه و یک ناتمامیت خواه و این دو تا میدان کارتاز از اینا هسته. آقای پیمان، آنچه که گفته شد که یکی از طرف های حکومت خواهان اصلاحات نیستن، خب اگر طرف ریاست اجرایه خواهان اصلاحات می بود، من در مورد فرستادن فرمان تقنینی رئیس جمهور به پارلمان تاکید میکرد که حداقل وضعیت حقوقی فرمان معلوم میشد. و آنچه را که آقای ایوبزاده هم گفت که اکنون نو نگاه تمامی طرفهایی که در قدرت هستند و در اون زمان چیزایی که میگفتن حتی تو خارجی هم تغییر کرد در مورد اصلاحات. ببینید، بسیار مشکل است که پس ذهن یک سیاستمدار، یک کنشگر سیاسی و بازیگر اجتماعی را آدم به خوبی و بدرسی دریابد و ببیند که واقعا در پس ذهن وی آدم چه میگذرد. ولی تا آنجایی که مربوط به اعلامیه‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی در قبال مسائل انتخاباتی می شود که مربوط جنای دکتر عبدالله و تیم اصلاحات است، نشان داده حداقل کماکان بر روی شعارهای گذشته خودش استاد است و خواهان آوردن اصلاحات و ایجاد تغییر و تحول در نظام سیاسی موجود و در واقع نهادینه کردن دولت وحدت ملی در افغانستان است. تا آیستا آیستا و کم کم به سرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی چیزی که دوستا اشاره کردن هم فراهم شود. و همانگونه که قبلا هم اشاره کردم، موانع اصلی، موانع گوناگون مختلف وجود دارد در همه عرصه‌ها در برابر چنین در واقع روی کرده در رابطه با مسئله انتخابات و آوردن اصلاحات. موانع اصلی تیم تحول و تداوم است که خواهان عزیز دستاورده و گذشتهشان باید در نظام سیاسی موجود تداوم پیدا بکنه و تا اینا بتوانند در انتخابات آینده انتخابات مدیریت بکنند به سمت سوی اهداف خودشان، منافعشان و مصالحشان. اما همین لحاظ آنچه که خانم کروخی اشاره کرد که هیچ یک از بخش‌های حکومت اکنون خواهان اصلاحات نیستند، آقای زاده هم گفت که حتی تیم آقای عبدالله هم نو نگاهشون در مورد اصلاحات انتخاباتی حکومت تغییر کرده، اگر تغییر نمی‌کرد اقدامات جدید صورت می‌گرفت. ما واقعا نمیدانم، به لحاظ مستقیم من نمیتونم تبیین بکنم که در کجا و چگونه تیم اصلاحات دیدگاهش در رابطه با مسئله انتخابات تغییر کرده. این مربوط آقای ایوب‌زاده میشن، باید در واقع توضیح بیشتر بدهن که چگونه این تغییر کرده. ولی تا اونجا گفتم مربوط به موضع‌گیری ها و دادن اعلامیه ها و حتی مذاکرات و پشت پرده و پیش پرده میشود. آقای دکتر عبدالله و تیم او همچنان اصرار دارند بر موضع اصلاحات انتخاباتی و ایجاد تحول و تغییر در نظام سیاسی موجود تا بشود در واقع نظام غیر متمرکز ساخت و تا بتوان از طریق غیر متمرکز ساختن نظام سیاسی کنونی به طرف عدالت اجتماعی، برابری و از بین بردن نابرابری های اجتماعی، سیاسی و تبعیض و غیره گام گذاشت. تیم تحول و تداوم هم گونه که قبلا گفتم، اینها به خاطر اینکه قطعاً میدانند، یعنی اینو مفروض گرفتن که در انتخابات گذشته انتخابات افغانستان باختن، به همین خاطر به طرف بحران انتخابات بردن. اگر اصلاحات در نظام سیاسی موجود و در نظام انتخاباتی افغانستان به آینده در نظام سیاسی آینده افغانستان جایگاهی نخواهند داشت. یعنی شما میخواین بگویید که تیم ریاست جمهوری بیشتر زمینه سازی میکنه برای انتخابات های آینده و فرصت موجود بیشتر اونا به نفع خود میشن؟ خب قطعا چنین میگن. ببینید، روش هم این است که اصلاحات اینا نمیگن ما اصلاحات قبول نداریم، شعار میدن ما اصلاحات قبول داریم، ولی به لحاظ روش شناختی یا به اصطلاح متدولوژی یا معتقد هستن که اصلاحات انتخاباتی رو به صورت گزاره‌ای و موردی باید در افغانستان پیاده بکنن، اونجاهایی که به منافع خودشان و مصالحشان و منافع آیندهشان همخوانی و همسویی داره، نه اصلاحات سراسری و رادیکال، اون چیزی که در متن توافقنامه سیاسی گنجانیده شده که باید بیا و نظام در واقع برای به طرف دموکراتیزه شدن در همه بخش ها و ابعاد و اشکال و در همه نهادها و ساختارهای خودش. و به همین خاطر هستن که در واقع موانع ایجاد میکنن، چالش های گوناگون مختلفی را به وجود میارن تا تحولی در نظام سیاسی موجود ایجاد نشود. و شما میبینید که هم
انتقادات بسیار زیادی که از طرف جامعه جهانی و حتی جامعه جهانی و حتی جامعه مدنی بسیاری از نیروهای سیاسی و گروه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان در مورد سیاست‌های آقای اشرف غنی و تیم تحول و تداوم و موضوع از او در ارتباط با مسئله انتخابات وجود داشت که اینها نمیگذارند در واقع فرایند اصلاح انتخابات افغانستان از طریق اصلاح نهادهای انتخاباتی افغانستان شروع شود. یک بار موانع به اصطلاح بهانه‌های مختلفی دارند، یک بار مسئله پروسیجرال مطرح میکنند، یک بار موضوع نمیدونم پارلمان. اما فکر نمیکنید که حکومت کارهای خود انجام داده؟ رئیس جمهور یک بار فرمان داد که با پارلمان رد کرد، بار دوم هم فرمان داد که کمیته گزینش کنون تشکیل شده که آقای عبدالله عضو از کمیته است. ببینید این کاری که آقای اشرف غنی تا کنون انجام داده تحت تاثیر حرکت‌های داخلی یا در واقع عوامل داخلی و عوامل بیرونی تا کنون بوده، آن هم بر اساس روی کرده اصلاحات و گزاره‌ای، نه اصلاحات سراسری و رادیکالی که من به اون پیشتر اشاره کردم. به همین خاطر است که آقای رئیس جمهور بسیار تلاش میکند تا بحث اصلاح انتخاباتی موجود دور بزند و کم کم اونجاهایی که میتونن یا میتوانن یا در واقع به نفعشان است که در بعضی از عرصه‌ها و ساحات و حوزه‌ها اصلاحات گزاره‌ای و موردی ایجاد بکنن تا هم به جامعه جانی و به پاره از اعضاب سازمان‌ها و جریان‌ها و در واقع قطب‌های مخالف جریان تمامیت‌ها در افغانستان نشان بده که اینها همچنان خواهان ایجاد تغییر و تحول در نظام سیاسی موجود و همچنان خواهان نادیده شدن دموکراسی و حاکمیت قانون در افغانستان هستند. آقای عبدالله، من چرا که آقای پیمان اشاره کردند که در کجا نگاه‌ها در مورد اصلاحات انتخاباتی تغییر کرد؟ سیاست دو نوع سیاست است، یکی سیاست گفتاری و یکی سیاست عملی. سیاست گفتاری از خود یک حد داره، یک مرحله داره. در اوایل اگر تنها اتکا به گفتار کرده بودند خب درست بود که زمانش بود، اما وقتی که امروز باید سیاست عملی صورت بگیره، کارهای عملی شوه، بازم اتکا به گفتار صورت میگیره. شما ببینید که وقتی که سر یک پست حکومتی بحث میشه، چی ولایت، چی وزارت و یا پست های دیگه، او زمان چقدر کشمکش ها بیشتر میشه، زدمن ها بیشتر میشه، مقاومت از خود نشان میدن، بالاخره بازی ها صورت میگیره، مذاکره میشه تا ای که بالاخره به یک تفاهم برسن. بس اصلاحات انتخاباتی که برای در بند دوم از در تفاهم نامه سیاسی شما برین در اولیت قرار داره که بسیار مهم و حیاتی برای کشور و برای ملت افغانستان است. چرا سر اون مسئله زیاد کارهای عملی صورت نمیگیره؟ همه قدر جنجالی که سر یک پست حکومتی دارن، بین بشن سر بس اصلاحات انتخاباتی هم. خب مال اینا را تیم نمیگم، مرا ببخشید، تیم یک وقتی بودن، ولی حال او تیمی که بودن نیستن. حال یک تعداد افراد مشخص یک جا شده، قدرت تقسیم دو کردن و حکومت ائتلافی را تشکیل دادن. ما تیم نمیگم، تیم زمانش گذشته. حالا زمانش نیست که ما برم در رسانه بگویم کسی که قوت اجرایه داره که بگویم ما اصلاحات میخواییم، ما تغییر میخواییم، ما این میخواییم، ما آن میخواییم. مردم همه هوشیار شدن، همه آگاه هستن. یک شخص اجرایی در کنار سیاست گفتاری سیاست های عملی خود حاکم کنه تا یکی که اعتماد سازی صورت بگیره. ما توقع ما از افراد در هر دو بدن حکومت همی بوده هست که بیشتر به کارهای عملی بپردازند. یعنی تنها تاکنون در حد گفتار بوده؟ دقیقا، در رابطه با مسائل اصلاحات انتخاباتی کارهایی که صورت گرفته، گفتم تلاش های مقطعی بوده، تلاش های زودگذر بوده که نتونسته نتیجه ماموریت کارهای عملی انتخابات تضمین کنه. و امروز هم بازم اگه اینا متوجه شده باشن، اینا بیان، اگر واقعا یک بدن حکومت میخواه که اصلاحات بیا، بگوین که یا اصلاحات یا یکی دیگه ادامه ما بر ما مشکل است و ما روز به روز اعتماد خود از دست میدیم. ساختاری به نام حکومت وحدت ملی روز به روز کوچکتر شده میره. تا چه زمانی ما میتونیم این جفا را به حق ملت بپذیریم؟ اگر واقعا جدی هستن در مسائل پوستای حکومتی جدی برخورد میکنن، در مسائلی که مسائل مربوط به مردم میشه جدیت بیشتر نیست، کمرنگ شده و در حد رسانه و سیاست گفتاری بهش توجه صورت میگیره. مسئله دوم، خارجی ها متاسفانه تا جای نقش دارن در این مشکلات. شما ببینید
از آغاز حکومت وحدت ملی بعد از کنفرانس لندن کارکردها بسیار سلو و سلنگاری، تصمیم گیری ها بسیار طولانی، همین قسم ادامه دادیم. کنفرانس سام برگزار شد. در کنفرانس سام تقدیر صورت گرفت. همین خارجی ها بودن که تقدیر کردن از این حکومتی که نقطه ضعفش بیشتر بوده. بعدا ادامه پیدا کرد تا کنفرانس جی سی ام بی که در چند وقت پیش حتما وکیل صاحب بجیران هست. در این کنفرانس هم خارجی ها از حکومت تقدیر کرد. حتی هیچ که نشد یک بار دیگه آقای جان کری آمد مهر تایید به این حکومت زد. اینا خیلی راضی هستن. ما بسیار جالب است برای ما که جامعه جهانی و کسایی که داد از دموکراسی میزن، حامی های دموکراسی در دنیا هستن، حکومتی که ارزش های دموکراتیک تا جایی با کارکردهای زیر سوال قرار گرفته مهر تایید برش میزنن و بر ادامهش بیشتر تلاش میکنن. به این مناسبت اصلا اینا هم هستن. تاکیدات را که شما اشاره کردین، مثلا حرفای جان کری وزیر خارجه آمریکا در مورد اصلاحات انتخاباتی با پیمانه ای که امید میرفت باید جدی باشه جدی نبود. دلیل که آمریکایی ها هم قضیه اصلاحات انتخاباتی را جدی نمیگیره و مسئله برگزار انتخابات هم به عنوان یک گوشدار برای حکومت افغانستان مطرح نمیکنن، فکر میکنید در اینجا چی هدف دنبال میشه؟ ما خواهم گپ اولی ما میست که منافع اکثریت زیر خطر قرار میگیره. وضعیت حاکم منافع تعدادی را تضمین کرده، ای که برای چی میدادی و بس بعدی است و به خاطری که منافعش زیر خطر قرار نگیره بیشتر به مسائل عملی انتخاباتی توجه صورت نمیگیره. شما ببین خیلی مثال وزیر برتون بگویم، برای دور اول کمیته گزینش فرمان صادر شد، ما 5-6 تا از مشاورین بسیار بلند پرواز و توانا به گفته خودشان تحصیلاتشان هم بسیار بالاست، در کنار رئیس جمهور هم میبرم، در کنار رئیس اجرایی هم میبرم، که از خیلی گپا واقف هستن، ارتباطات هم دارن. آیا این مشوره بر رئیس جمهور ندارن که فرمانی که دادی پارلمان هم مقاومت نشان داده؟ چرا این مسئله از اول سرش کار نمیکنی؟ یک حرکت استراتژیک ایجاد نمیکنی برای عملی ساختن اصلاحات انتخاباتی در مراحل مختلف؟ خوب میفهمیدن، هوشیارانه قصدا فرمان صادر شد به اینکه یک بار دیگه تلاش به پارلمان قصدا روان شد، نباید روان میشد. امروز هم حراس ما عزیز که فرمان درست است که قابل اجرا هست، ولی وضعیت حقوقیش در آخر چون ما پارلمان داریم مشخص شد، اگر پارلمان مشروعیت شد میپذیرن، اگر تایید کردن که پارلمان مشروعیت داره ادامه داده میتونه، صلاحیت داره و مسئله داره کار کنه، خب بفرستن. اگر نداره هم موضوع خود اعلام کنن، اگر واقعا اراده دارن، در غیر از او همو بازی به مرگ بگی و در تو راضی شو که مردم بالاخره کوچک بسازن و اهداف خود بهش برسن. با گذشت هر روز زمان در بخش اصلاحات انتخاباتی از دست ما می رود. با چنین وضعیتی که حکومت افغانستان به او روبرو است و چنین دیدگاهی که در مورد اصلاحات انتخاباتی از برخی از علاقات حکومتی بیرون می آید، واقعا میشه که به اصلاحات انتخاباتی، به پروسه اصلاحات انتخاباتی توسط حکومت دل بست؟ به عنوان سوال آخر و جنبندی از عرصه میمانم میپرسم، خانم کرو خوش مفرمایید. خیلی کوتاه شما ببینید، باز هم من میخوام دوباره تکرار کنم، هر انتخابات ما به چالش رفته، تبعات و پیامدهای منفی در قبال داشته. اگر شما انتخابات پارلمانی در نظر داشته باشیم، در کجا کدام جای دنیا بعد از 8 ماه تعداد از وکیلای برحال از پارلمان اولیس جرگه بیرون کردم و تعداد دیگر داخل کردم؟ به افتضاح رفت، به رسوایی رفت. انتخابات ریاست جمهوری ما هم همچنین. بناهن ما مردم افغانستان هنوز بهمون رشد و بلوغ و تکامل نرسیدیم. برای برگزاری انتخابات در جامعه های نماینده سالار افراد دموکرات به کار داره که همکاری داشته باشه و همیاری داشته باشه. نظام های دموکراسی و خود دموکراسی هم وعده است، هم هشدار است. وعده همکاری مردم است. باز هم تا جامعه جهانی نخواسته باشه که انتخابات در افغانستان برگزار کنه، به هیچ عنوان حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان تشکر. توانمندی برگزاری انتخابات ندارم. منتظر باشم همونطور که جان کری آمد وحدت ملی تشکیل داد، حمید آمد به بقای قدرت داد، باید در انتخابات تشکر خانم کروخی. تم ریاست جمهوری باز جان کری بیایه و اعلان کنه که چی وقت برگزار میشه. آقای پیمان خیلی کوتاه فرمایید ناخرین. من فکر میکنم که تیم تحول و تداوم و در واقع جریان تمامیت ها در افغانستان قطعا در صدد عزیز که
انتخابات افغانستان، یعنی انتخابات آینده افغانستان از طریق نیاوردن اصلاحات انتخاباتی یا تطبیق نکردن مواد و مفردات در واقع توافقنامه سیاسی به سمت سوی بحران میبرند. اینها معتقد هستند که باید هم از درون و هم از بیرون نیروهای تندرو و بنیادگرا و افراطی زمینه سیاسی و امنیتی افغانستان را به گونه‌ای رقم بزنند که امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان منتفی شود. آقای ابزاده شما خیلی کوتاه فرمایید. هر چی که تلاش کنند مانع ایجاد شود، بازم انتخابات برگزار میشه، جامعه جهانی حمایت میکنه. با این که ملت افغانستان نامه شده از انتخابات گذشته، باز هم به عنوان یگانه بدیل این را میپذیرند و در انتخابات سهم خواهند گرفت و ما به جز از رفتن به انتخابات راهی دیگر نداریم و هر نوع سرنگاری، وقت کشی و کنکاری در رابطه با عمل سازی اصلاحات انتخاباتی و برگزار انتخابات جفایی به حق ملت و قصای مقصر خود بودن که اونا صلاحیت اجرایی دارن و امروز از اون صلاحیت خود استفاده نمی کنن که مردم از این وضعیت سردرگمی نجات پیدا کنن تا اینکه به امنیتشون کمک شه، به اقتصادشون کمک شه. انتخابات میتونه راه حل برای مشکلات اقتصادی، امنیتی و ساختار سیاسی در افغانستان. بسیار تشکر آقای ایبزاده، خانم کروخی و آقای پیمان از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بنده عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.